سلام، یکی از مشکلات مردم همین سرقت گوشی تلفن همراهه. گوشی تلفن همراه الان خیلی گرون شده و خب سارقین طمع پیدا کردن میان اینا رو سرقت میکنن. گفته شد هر وقت رجیستری بیاد، رجیستری جلوی سرقت گوشی تلفن همراه رو میگیره و اگر کسی گوشی کسی دیگر رو سرقت کنه دیگه نمیتونه از اون استفاده بکنه. اما شاهد بودیم این اتفاق نیفتاد. چجوری؟ خیلی از این گوشی ها سر از کشور همسایه در آورد. افزایش سرقت تلفن همراه به روش قابزنی توسط دو تا سارق موتور سوار، مراتب به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت، خصوصا پلیس آگاهی مشهد. در نتیجه تحقیق از شکات و بررسی شواهد موجود، مشخصات ظاهری سارقین ترسیم شد و در اختیار تمامی گشتهای محسوس و نامحسوس پلیس در مشهد قرار گرفت. باند حاضر که مشاهده میکنید دستگیر شدند. تعداد زیادی گوشی موبایل کش شد که در فیلم مشخص هست و سرقت‌های مکرر اینا هم با اعتراف کردند که در نقاط مختلف سطح مشهد اقدام به سرقت می‌کردند. ماموران کلانتری معراج در یک گشتنی شبانه به صورت نامحسوس موفق به شناسایی این دو متهم شدند. مخفیگاهشون هم شناسایی شد. در دو عملیات جداگانه اونها دستگیر شدند و در بازرسی که از منزلشون و از مخفیگاهشون به عمل اومد 18 دستگاه تلفن همراه سرقتی کش شد. چند فقره سرقت مرتکب شدی؟ 400 فقره. چند فقره؟ 400 فقره. 400 فقره. 400 فقره رو در کدوم مناطق انجام دادی؟ توی شهر. کجا؟ تو اکثر شهر دیگه. کدوم مناطق بیشتر؟ بیشتر بالا شهر. متهمون در بازجوی فنی که داشتیم ما 400 سرقتی رو به یک تبعه افغانی فروختن. این 400 فقره رو چیکار می‌کردی گوشی‌ها رو؟ گوشی‌ها رو چند تا دادم به آقا که حساب به داماد چند داده بود. پر از هماهنگی با مراجع قضایی، مالخر در یک عملیات ضربتی توسط پلیس آگاهی در مخفیگاهش دستگیر شد و 40 دستگاه تلفن همراه سرقتی هم از مخفیگاه نفر دوم هم کش شد. خودت اهل کدوم منطقه ای؟ بلوار تبرسی. از بلوار تبرسی بلند می‌شدی میامدی به مناطق بالا شهر اقدام به سرقت‌های چی می‌کردی؟ قاپی. فقط گوشی قاپی یا زورگیری؟ نه. گوشی قاپی. فقط قابزنی. فقط قابزنی. رو موتور قابزنی. خب چند نفره اقدام بکردین بسه؟ ما خودم رفتم، بعضی وقتا هم یک دو تا عکسم دارم با بغلسی. بله با موتور رفتم که گوشی قاب می‌زدم. معتاد بودم چیکار بیشتر بودم. بیشتر تک پشته می‌زدی؟ یعنی این توانمندی رو داشتی که تک نفره در حالی که طرف داره با موبایل صحبت میکنه و چون سوار موتور هستی همزمان رانندگی بکنی همزمان هم گوشی اقدام به قابزنی بکنی. در تحقیقات وسیع‌تر از مالخر و بررسی مستندات موجود مشخص شد وی اون فرد اقدام به خرید گسترده گوشی‌های مسروقه میکنه. افغانستانی؟ بله اون تبعه افغانی و با کمک 3 تبعه افغانی خارجی، 2 تن از اینها رانندگان تاکسی بودند، تلفن‌های مسروقه رو به خارج از کشور انتقال میدن. مال خلم دستگیر کردیم. بله. قبولم داره. بله این آقا هست که اقدام به نفر سوم. بله. ایشون هست که اقدام به خریداری اموال سرقتی میکرده. چند تا گوشی به دادین سارقی ما دستگیر کردیم؟ من 150-200 تا. شما چیکار میکردی 200 تا گوشی رو؟ ما به حساب دومات معینا میخریدم، اینا میآوردم میدادن دست ما، ما میبردیم میدادیم. خب شما به کی میدادی باز اینا رو؟ به افغانستان میبردین؟ نه با دومات میدادم اینجا، اینا میبردم افغانستان. میبردن افغانستان که الان هم دستگیر شدن الحمدلله. تعداد 3 نفر از این رابطینی که نام به جابجایی گوشی ها به مرز افغانستان میکردن با همکاری پلیس آگاهی تایباد و مرزبانی تایباد دستگیر شدند. با همکاری فرماندهی انتظامی مرزبانی استان در چند عملیات تخصصی عاملان قاچاق تلفن همراه سرقتی دستگیر شدند که 2 تا تاکسی خارجی نیز در این کار فعالیت داشتن، در این امر فعالیت داشتن. توقیف شد که در بازرسی که از این تاکسی ها به عمل اومد 440 تلفن همراه مسروقه دیگه هم کش شد. شما چند تا دستگاه گوشی ازت کش شد؟ 245. کجا جاسازی می‌کردی این 200 تا گوشی، 250 تا گوشی رو؟ با تو ماشین. به حساب ماشین جاسازی می‌کردی؟ صندلی، زیر صندلی، پشت. چند باری کارو کردی؟ این دفعه اولم بود. شما مدعی که دفعه اول 250 تا گوشی رو اقدام به جابجایی کردی ولی میگی دفعه اول. من قبول نمی‌کنم.
نخیر برابر اعترافات ایشون که 400 فقره فقط تازه داره اعتراف میکنه که قطعا بالاتر از یه فقره هست و با توجه به این همدستای دیگه شون که دستگیر کردیم تعداد کل گوشی‌های ما بالای 1000 تا گوشی است. 1000 تا گوشی حداقل شما چندین باری این کارو کردی؟ در مجموع این باندی که ما دستگیر کردیم تعداد 6 نفر بودن که 2 نفر تبعه ایرانی و 4 نفر تبعه افغانستانی و 500 تلفن همراه سرقتی کشف شده که به دنبال این هستیم که انشالله شاکیان مراجعه کنن و تلفن‌های همراهی که اون 500 تا تلفن سرقتی رو که کشف کردیم اینها رو به دست صاحبانش انشالله برگردونیم. بردی افغانستان به کی میفروختی؟ کسی دیگه بود که تحویل میگرفت. چقدر حق و زحمت میشدی جابجایی؟ ما همینا رو که گرفتو به ما گفتو 10 تومن میدم. 10 میلیون تومن برای هر جابجایی؟ همینا بالا 10 میلیون تومن. هنوز کار ما در این مرحله تموم نشده و هنوز با توجه که ما اکثر گوشی‌های سرقتی مشهد مقدس و حتی استان خراسان رضوی از طریق مرز قاچاق میشه به افغانستان، ما در این حوزه باز تحقیقات گسترده‌تری داریم در شهرستان‌هایی که نزدیک مرز هستن و داریم از اونجا یک سری اقدامات پیشگیرانه و پیشدستانه انجام میدیم که ما انشالله بتونیم با همراهی و همکاری شهرستان‌هایی مثل سالاباد، مثل تربتجام، مثل تایباد، مثل خاف، با همراهی و همکاری این فرمانده انتظامی شهرستان ها که یک جلسه جامعه عملیاتی و اطلاعاتی مشترک با این 4 تا شهرستان عقبه مرزمون انشاءالله برگزار خواهیم کرد و با یک همکاری کامل بتونیم انشاءالله این چرخه انتقال گوشی همراه سرقتی از مشهد و استان به افغانستان رو انشاءالله قطع کنیم. شما چند تا گوشی ازت کشف دونه رو بچه دایم داد گفت بو برگزار افغانستان ده خانواده هم بیته. شما ماشین داری؟ نه ما مسافریم اینجا کار کردن آمدیم خدافزی کردن رفته بودم گفت گوشی رو ببر ده خانواده. شما عنوان مسافری مخواستی از مرز رد بشی؟ با توجه به اطلاع رسانی هایی که ما کرده بودیم و همکارا مرزبانی مان که دقت داشته باشن در چه بس تک مسافری، چه با اتوبوس، چه با تاکسی که الحمدلله این دقت نظر همکارا و این اطلاع رسانی به موقع پلیس آگاهی باعث شد که این باند هم دستگیر بشن و تعداد 500 فقره گوشی موبایل حداقل کشف بشه. ما سارق رو دستگیر میکنیم، اعتراف هم میکنه به سرقت گوشی های همراه و غالبا گوشی های همراه گرون قیمت به خارج از استان منتقل میشه، به خارج از کشورمون منتقل میشه و گوشی که از ایران خارج میشه دیگه ما دسترسی بهش نداریم. یه گوشی بینی 50 میلیون 30 میلیون قیمتش هستش و اون فرد موبایل قاپ هم اعتراف میکنه و ما وقتی گوشی رو میخوایم مسترد کنیم میبینیم به جایی میرسیم که دیگه مرز و گوشی از کشور خارج شده و عملا دستمون به اون اموال مال باخته نمیرسه و شرمنده این شاکی میشیم، شرمنده اون شهروند و همشهریمون میشیم و انشالله میخواییم کاری کنیم که این چرخه انتقال و قاچاق گوشی از مشهد و استان خراسان رضوی به خارج از کشور که همون افغانستان هست مبدأ و اون جایی که انتقال داده میشه افغانستان هست انشالله قطع. شما چند فقره گوشی ازت کش شد؟ شما ماشین داری دیگه؟ بله، تاکسی. شما تاکسی داری؟ تاکسی هراتی دیگه؟ ترانزیت. بله. چند سال توی کاری؟ ما 6 ماه. 6 ماه توی کاری. چند تا گوشی ازت کش شد؟ 141. کجا جاساز کرده بودی جاشو؟ ماشین جناب. کجاش؟ زیر صندلی جای باک. درسته؟ خیلی خوب. چند باری کار کردی؟ شما هم باز میگی دفعه اول. دفعه اولم. ما مشکلمون با این با شما همینه دیگه، شما هر کی رو دستگیر میکنی جناب احبر دفعه اولشه و انگار که با قول معروف تازه دیگه شروع به کار کردن انگار. در خصوص تلفن همراه و اشیاء گران قیمت ما توصیه داریم که این در اماکن عمومی اینا رو در معرض دید دیگران قرار ندن و توصیه دیگه اون اینه که در زمان عبور از کوچه و خیابان‌های تاریک و خلوت بیشتر حواسشون باشه. میشود آدم با یک سری اقدامات پیشگیرانه کاری بکنه که در هیچ موقع گوشی همراهش سرقت نشه، مثلا از هنسفری استفاده کنه یا از وسایل مشابه هنسفری استفاده کنه یا در زمانی که صحبت میکنه با تلفن همراهش همین که احساس میکنه یک کسی اون داره تعقیب میکنه، یه موتور سواری داره بهش نزدیک میشه، بالاخره این موتور سوارا اکثرا تقویت شده هستن و صدای موتور خیلی زیادی دارن، اون لحظه کافیه که گوشی همراه خودش رو در جیبش بذاره. اگه اینا نمیشن ما دزدی نمیکنه. خب نخرن جنسو از ایشون و نه اگر این گوشی رو ببرم، ببخشید من الان یه دونه از این گوشی ها بیارم. ببینید الان این گوشی رو من ببرم تو ایران بخوام روش سیم کارت بندازم، مال یک مثلا دختر خانومی هست، تا سیم کارت میندازم آنی شناسایی میشم، منو میخوان برخورد میکنن، پدر منو در میارن دیگه. بله، این نیست. بله. آرزم خدمت، ولی وقتی میذاره از اینجا میبره افغانستان دیگه شناسایی نمیشه. این گوشی رو اگه بخواد بفروشه مجبوره تو ایران ببره بازار دزدا.
اما اینجا دست جمعی دسته‌ای گونی و کیسه میده این آقایون با ماشینای تویوتای آنچنانی که الحمدلله از اون ور در اختیارشون هست و هیچ گمرکی ندادن، اینها با این تویوتاها میان این گوشی زن و بچه مردم ما رو از اینجا میبرن و از اون ور باز اون بحث‌های قاچاق بعدی. مشکل ما مالخره. مالخر اگه وجود نداشته باشه من به عنوان پلیس میتوانم کنترل بکنم متأمین سابقه دار رو، متأمینی که شناسایی میکنیم و کثرت سرقت هامون به شدت پایین میاد.